بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة بما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. آخرین مسئله که درباره اون دعایی که چند روز بحث شد مونده است این است که از ابی عبیده جراح رسیده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال شد که چه کسی در قیامت عذابش از دیگران بیشتر است. حضرت طبقه نقل فرمود کسی که پیامبری را کشته باشد یا کسی که آمر معروف و نهی از منکری را کشته باشد. بعد این کریمه را تلاوت کرد که یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. این روایت منتها سوالی که هست این است که آیا این مقتولین که آمر به معروف و نهی از منکرند باید مسلمان باشند یا اگر غیر مسلمانی قیام کرد برای حفظ عدل و قسط او هم در حدی است که کشتن او این کیفرهای دردناک را به همراه دارد؟ یعنی در کشورهای غیر اسلامی اگر مردانی خواهان قسط و عدل بودن و قیام کردن، کشتن اینها جزء کشتن آمرین به قسط است و اون مقتولین هم در ردیف همین مقتولینی که آیه گفت قرار دارند و قاتلین اونها هم در ردیف همین قاتلین است که آیه می‌فرماید یا اونها که جدایی دارند. گاهی ممکن است به این اطلاق تمسک بشود و گفته شود به اینکه آمر به قسط لازم نیست مسلمان باشد، غیر مسلمان هم اگر مردم را به قسط دعوت کرد و برای حفظ قسط قیام کرد و کشته شد، قتل یک همچی کسی اون پیامدهای سگانه را خواهد داشت. ولی باید در مسئله تفصیل داد. اولا این کسی که مسلمان نیست ولی آمر به قسط است و برای حفظ عدل و قسط قیام می کند، این از اون جهت که کافر به آیات الهی است مشمول گروه اول است و از اون جهت یک تفکر مادی دارد در برابر انبیا مقاومت می کند. انبیا که او را به خدا و قیامت دعوت می کنند نسبت به انبیا سرسختی نشون می دهد. پس از این نظر هم جزء گروه اول است هم جزء گروه دوم. اگر یک مارکسیستی، اگر یک ملحدی فقط این خوی را دارد که مسائل مالی کشورش را به غارت نبرند و عادلانه بین هر ذی حقی توزیع بشود، فقط این خوی را دارد، از این جهت به قسط و عدل قیام میکند، ولی در باره مسائل معارف الهی، توحید، نبوت، عصمت انبیا، قیامت و مانند آن هم داخل در گروه اول است که یک فرون به آیات الله و هم انبیا علیهم السلام که برای ترویج این معارف تلاش و کوشش میکنند نسبت به اونها هم سرسختی نشون میدهند و در برابر اونها مقاومت میکنند. این گروه سوم گرچه کشتن اینها ظلم است ولی اینها در ردیف شهدا نیستند یقینا و اعمال اینها هم در دنیا و آخرت حبت است، یعنی اثری از این مبارزه علیه ستم نمیبرند. حبتت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. زیرا یک ملحدی است که نسبت به معارف الهی عناد دارد، نسبت به پیام آوران الهی سرسختی می کند، فقط این خوی انسانی را دارد که در مسائل مالی و حقوق اجتماعی ستم نمی کند و در برابر ستمکاران هم قیام می کند. گرچه قتل او ظلم است و ظلم به او حرام است ولی او از این کار طرفی نمی بندد.
یک بحث درباره مقتول هست، یک بحث درباره قاتل. چون ظلم جزء محرمات انسانی اسلام است، اختصاصی به حوزه مسلمین ندارد. اسلام یه سلسله دستورات بین المللی به عنوان دستورات انسانی دارد، یه سلسله وظایفی هم در حوزه خود دارد. ارث، کیفیت عبادت و امثال زاله، اینها یه مسائل داخلی اسلام است. مسلمان به مسلمان ارث میدهد، مسلمان از مسلمان ارث میبرد، از غیر مسلم ارث میبرد، ولی از مسلمان جز مسلمان کسی ارث نمیبرد. ارث قسمت مهمش یک مسئله داخلی است در حوزه اسلام، یعنی اگر از منطقه اسلام فاصله گرفتن دیگر ارث و امثال ارث خبری نیست. اما مسئله حرمت ظلم، مسئله حرمت خیانت، مسئله وجوب رد امانت و امثال ذلک، اینا جزء مسائل انسانی اسلام است. یعنی انسان نباید ظلم بکند، خواه نسبت به مسلمان، خواه نسبت به غیر مسلمان. غیر مسلمان هم اهم از کافر و یا اهل کتاب. نباید خیانت بکند، خواه نسبت به مسلمان، خواه نسبت به غیر مسلمان. ادای امانت و رد امانت لازم است، خواه نسبت به مسلمان، خواه نسبت به غیر مسلمان. اینا جزء احکام بین المللی و انسانی اسلام است. در همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در عهدنامه مالک مرحوم فرمودن که لا تکن علیهم سب انزار ها، گرگ خوناشام نسبت به این مردم نباش. فین الناس سنفان، اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. می فرماد ستم نکن، برای که مردم دو قسمند، یا مسلمانن که برادر دینی تو هن، یا مسلمان نیستن که هم نوع تو هن، نظیر انسانی تو هن، نه نظیر اسلامی تو. از اون جهت که ظلم مطلقا حرام است و بغی مطلقا حرام است، خواه مظلوم مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، کشتن افرادی که برای قسط و عدل قیام کردن حرام است و زمینه است برای همون سه کیفر. لکن مقتولین از این کار طرفی نمی بندن. اون کارهایی که آل فرعون داشتن یک ظلمی بود، اما این چه نبود که اون بنی اسرائیل، اون ابناء از بین رفته، ثوابی ببرن. حالا خردسالان حساب دیگری دارن. پس این یه مطلب که احکام اسلام دو قسم است، بخشی مربوط به داخلی حوزه اسلامی است، بخشی مربوط به جهان انسانیت است. ظلم به هر کسی حرام است، ظلم باشد یا یعنی تعدی از حق. و یقترون النبیین به غیر حق و یقترون الذین یأمرون بالقسط من الناس. این قاتلین مبتلا به اون کیفرهای گوناگونه. اما مقتوله ها، اونها هم از این کار طرفی میبندن یا نه؟ اینا چند گروه هم. گروه اول کسانی هم که هم مشمول یکفرون به آیات الله هم، هم مشمول یقترون نبیین به غیر حق هم، هم به آیات الهی کفر میبرزن، هم در برابر انبیا سرسختی نشون میدهن، زیرا میگوین اینها دینی آوردن که مخدر جامعه هست و انبیا را هم حاضرن از پا در بیاورد. منتها در مسائل مالی سعی میکنن به قسط و عدل قیام بکنن. این گروه که سعی میکنن در مسائل مالی به قسط و عدل قیام بکنن، چون از نظر کفر به آیات الهی در زمره گروه اولن و از نظر قتل انبیا در ردیف گروه دومن، این گونه از افراد گرچه مبارزه کردن و مظلومانه کشته شدن و قتل اونها حرام است، اینا مظلومن نه شهید اولا، و اثری هم بر خونشون بار نیست ثانیا. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. بله دیگر، اون حالا باید دید بگی چه دسیسه زیر این کار هست. مسئولین ما بهتر از ما آشنا هستند، ولی منظور اینه که اگر ما فلسطین عزیز رو در برداریم، به همسایه های نزدیک رو در برداریم، ذات اقدس اله به همون قاتل الذین یلونکم من الکفار، همین پانامایی که شاه خائن را مدت ها داشت و ما پس نمیداد، این امروز به وضع مبتلا شد دیگر.
و وضع جنگ هم از اینجا شروع میشود. قاتل الذین یلونکم من الکفار، اون چی دم دست شماست، دم تیغ شماست، اول از اینا شروع کنید، نه دورترا. ما الان گرفتار مسئله لبنانیم، گرفتار مسئله فلسطینیم، گرفتار مسلمان و شیعه یا دربندیم، بعد نوبت به اونها میرسد. تازه کافرکشی هم درجاتی دارد. قاتل الذین یلونکم من الکفار، یعنی اون چی که در تل شماست، ولی شماست، یلی شماست، پهلو شماست، این مقدمه. این هم یلونکمی که مربوط به موقعیت جغرافیایی روشان میشه، همون اولویت ها و یلیکومی که مربوط به موقعیت ها اسلامی است. الان اولین وظیفه ما بعد از تثبیت داخل مربوط به مسئله فلسطین و لبنان و امثال ذالک است. این گروه که این چنین هم، این گروه کسان هم که جز یک فرون به آیات الله هم، جز یک ترون نبیین به غیر حق هم، و هر کس جز گروه اول شد یا جز گروه دوم شد، چه رسد به این که مجموع گروه اول و دوم باشد، حبتت اعمال هم فی دنیا و الاخر. گروه بعدی از این ملحدان کسانی هم که فقط جز گروه اول هم، یعنی یک فرون به آیات الله هم، اما انبیا را نمی کشن، در مقابل انبیا سرسختی نشون نمی دهن. اما این نه برای آن که انبیا مردم را به الله و قیامت دعوت میکنن و اینها قبول دارن، بلکه انبیا هم مردم را به الله و قیامت دعوت میکنن که قسط اعتقادی است و عدل نفسانی است، هم مردم را به قسط و عدل مالی و حقوق اجتماعی دعوت میکنن. چون این ملحدان در برابر انبیا سفارایی نمی کنن و حاضر به قتل انبیا نیستن، برای اینکه اون جنبه مردمی دعوت های انبیا را قبول دارن، گرچه جنبه الهی دعوت را که اصیل است قبول ندارن، اینا جز گروه دوم نیستن و اما جز گروه اول هستن، یعنی جز یک فرون به آیات الله هن. و از اون جهت که مشکن این شرکت ظلمون عظیم ظالمن و چون مشمول گروه اولن، یک فرون به آیات الله هستن، کافر از عمل خود حرفی نمی بندد، می ماند گروه سوم. پس این دو گروه از ملحدان گرچه مظلومند و ظلم به اونها حرام است، اما اونها از کارشون حرفی نمی بندد. می ماند ملحدانی که جزء مستضعفان فکری هستن، دسترسی به معارف الهی ندارن، دسترسی به رهاورد انبیا ندارن، ولی این مقدار را میفهمن که نباید به کسی ستم کرد. اینا جزء یک فرون به آیات الله نیستن، چون استضعاف فکری دارن. جزء یک ترون نبیین به غیر حق هم نیستن، چون اون اناد و تعمد را ندارن. فقط همین مقدار میفهمن که این منابع کشورشون باید در خود کشور صرف بشود و نمیگذارن دولت مردانشون غارت بکنن. این همین مقدار درک میکنن. اینها هم مظلومن و ظلم به اینها حرام است، هم اعمال اینها حبت نیست، برای اینکه نه در گروه اول و دومن، نه در خصوص گروه اول. اینا رو نمیشه گفت یک فرون به آیات الله، حالا یا برای اینکه دسترسی ندارد، یا این مسائل رو خوب درش نمی کند، هیچ انادی ندارد. اینا کسانی هن که مرجعون لامر الله هن، احیانا ذات اقدس اله می داند با اینا چه بکند و ماننده هن. نه، اونا که در کشورهای اسلامی هستن دسترسی به مسائل دارن. چطور می شود که این فریاد از یک گروه فراوانی برخیزد و اونها به این توجه نکنن؟ یه وقت هست یک کسی بی‌اعتناست، خب این بی‌اعتنایی جرم است. یه وقت نه دسترسی ندارد یا اون کشش فکری را ندارد، نه بی‌اعتنا باشد، تأملی در کار باشد یا تساهلی در کار باشد، دسترسی ندارد. مثل بسیار از مناطق دوردست چین که اصلا افکار اسلامی اونجا نرفته است، تازه اونهایی هم که مسلمانن اسلامشون فقط در حد گفتن لا اله الا الله است. همین دیگه، مسئله نماز و روزه و امثال ذالک را اصلا درش نمی‌کنند که شبان روز باید نماز خون، با اینکه این جز ضروری ترین ضروریات اسلامی است. خب کافرن دیگه، این مقدار رو درک کردن. علی ای حال، پس ملحدان و مارکسیستا و امثال زاله که داعیه قیام به نفع قسط و عدل دارن، به این سه صنف تقسیم شده اند.
قتل هر سه صنف مطلقا حرام است و اینها در هر حال مظلومند، منتها بعضی از اینها اعمالشون در دنیا حبت است منتها در آخرت عذاب کمتری دارند، و بعضی از اینها اعمالشون گرچه در آخرت حبت است در دنیا حبت نیست، برای اینکه اون راه تعمد بر ترک معارف را نداشتند. چرا اگر جنگی شده است اونها از اون جهت که قیام کردن و میخواهن نبوت را از بین ببرن که مهدور الدمند، در غیر حال جنگ سخن است، وگرنه اونها که قیام کردن اگر حمله کردن که دفاع بر مسلمین واجب است. اگر جنگ ابتدایی شد به دستور معصوم سلام الله علیه بر اونها پذیرش واجب است، اونجا حق است نه به غیر حق. اگر اون چنان استضعافی که راه تحقیق برشون بسته باشد مرجعون لامر الله هم. اینها تتمه بحث مربوط به آیات که چند روز بحث شد. درباره امر به قسط بیانی از تعمیر سلام الله در نهج دارد که امر به قسط را با اعتمار به قسط یک جا ذکر میکند. خطبه 222 خطبه است که وقتی حضرت این آیه یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله را قرائت فرمودند، درباره اهل ذکر این خطبه را ایراد کردند. فرمودند و ان للذکر الاهلا اخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارت ولا بیع عنه یغتون به ایام الحیات و یهتفون بالزواجر عن محارم الله فی اسماء الغافلین و یعمرون بالغسته و یعتمرون به و ینهون عن المنکره و یتناهون عن فکأنما قطع الدنیا الى الاخره. اینها اهل ذکرن، این گونه از مردان کسانی هن که لا تلهیهم تجارتهم لا بیعون عن ذکر الله، که یعمرون بالغسته و یعتمرون به و ینهون عن المنکر و یتناهون عن و ماننده. اما آیه بعدی این است که الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون. این تبیین همون اصل کلی است که قبلا فرمود ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یک فر به آیات الله فإن الله سریع الحساب. فرمود نمی بینید اینا که بعضی از کتاب به اونها داده شد، اوتو نصیبا من الکتاب، الم تر الی الذین اوتو نصیبا من الکتاب، نمی بینی که اینها یه بهره از مقداری از کتاب آسمانی دارن، اینا به کتاب الله دعوت می شوند تا کتاب الله به اینها حکم باشد و حاکم باشد. اما ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون، اینها در حال اعراض رو برمیگردانند که این یتولى فریق منهم وهم معرضون یه جمله حالیه مؤکده هم هست، چون اعراض همون تولی است. یه مطلب در این است که این اوتو نصیبا من الکتاب یعنی چه؟ مطلب دوم این است که اینها دعوت می شوند که کتاب الله بین اینها حکومت کند و حکم باشد، در باره چیست؟ سوم این که این تولی و اعراضشون چه منشأی دارد؟ منشأ این تولی و اعراض را همون ذالک و انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات ذکر فرمودن، و منشأ اون نجات پرستی هم فریب دینی است که پس از دیگری مطالب به هم مرتبط است. اما امر اول که فرمود اوتون نصیب در الکتاب، با اینکه تورات را خدا به عنوان نور معرفی کرد، چون که انجیل هم این چنین است، اما این کتابی که اینا تحریف کردن مقداری از اون کتاب در دست اینهاست، بقیه در دست اینها نیست و تحریف شده است، از این جهت اوتون نصیب در الکتاب. یک وجه. وجه دوم این است که همه کتاب را الان دارن، منتها از باب نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض
نصیبم من کتاب بهره اونها شد، نه همه کتاب. دو وجه. اون چه که این وجه دوم را هم تصحیح می کند این است که یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، که مربوط به امر دوم است، این است که در بعضی از موارد رسول اکرم مأمور شد به اونها بفرماید که من این حکمی که کردم برابر همون توراتی است که نوشته است و در دسترس شماست. قل فاتوا بالتورات فاسلوها ان کنتم صادقین. شما اگر راست میگید، میگویید باید تورات حاکم باشد، به تورات عمل کنیم، خب همین توراتی که الان در دست شماست بیارید ببینید همین حرفی که من میگم دارد یا نه. قل فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. گرچه بخش دیگری از این آیات محرف شده است، آیات تورات، اما اون مقداری که دارند هم مورد قبول اینها نیست. لذا فرمود الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کینا یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. چون قاضی اسلامی اگر اهل کتاب به اون مراجعه کردن مخیر است که هم برابر قانون خود اونها عمل کند و حکم کند و هم برابر قانون قرآن عمل بکند، چون بلقیست باید عمل بکند، یا اعراض میکند یا برابر کتاب اونها عمل میکند یا برابر کتاب خود. امام رضوان الله علیه این چنین فتوای شریفشون بود که اگر برابر قرآن عمل بکنن اولاس یا احوت. نوع فتواهای امام برای تشکیل یک حکومت هماهنگ آماده بود، وگرنه کشوری که در او اقلیت‌های دینی وجود دارن برای اونها یک قانون جزا و یک قضای جداگانه این دشوار است. در مسائل شخصی نظیر حالات عبادی شخصی اون مهم نیست، اما در قانون کشور دیگر یک قاضی برای یهودی ها یه جور، برای مسیحی ها یه جور، برای مسلمین جور دیگر حکم کند، این ناهماهنگ است. لذا در همون تحریر قبل از اینکه مسئله پیروزی انقلاب در کار باشد نزد طرز تفکرش طوری بود که میشد با اون فتوا جامعه را اداره کرد، اما اون کسی که میگوید قاضی مختار است دیگر یک طرف را ترجیح نمیدهد، نمیگد اولا این است یا احوت این است، این بهانه است برای دیگری. در مواردی که فتوای اونها یا حکم اونها به سود اونهاست یا آسون تر است، میخواهند که محکمه نظام اسلامی هم برابر کتاب اونها حکم بکند. علی حال در اسلام این هست، گرچه احوت این است که برابر قرآن کریم حکم بشود. اینها دعوت شدند الی کتاب الله که امر ثانی است، یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. نه قرآن کریم دارد، ما بنا تورات دادیم که فیها خودن نور است. قرآن در باره تورات این چین دارد که خودن و تفصیلا لکل شی میگوین تورات موسی کریم تقریبا از جامع ترین کتاب هاست که نزدیک قرآن کریم است، گرچه قرآن هیمنه دارد و مهیمن است. چون تعبیر قرآن کریم درباره تورات این است که تفصیلا لکل شی، و درباره خود قرآن تعبیر است که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. از این تبیانا لکل شی که درباره قرآن است و از اون تفصیلا لکل شی که درباره تورات است خواستن استفاده کنن که تورات کتاب جامعی است. علی حال اون چرا که خدای سبحان موسی کریم داد جامع بود، این چیزی نبود که یه مقداری همونجا ریخته پاش شده که اون تورات هم هست دیگر، انجیل هم هست، هم قرآن هست، چون اون خطوط کلی که ان الدین عند الله الاسلام در همه هست، مصدقا لما بین یدی هم که در همه هست، منتها شرعتا و منهاجا که فرق دارد با بعضی از معارف دیگر. وگرنه اگر یک مطلبی در هر سه کتاب باشد صادق است که را تورات گفته، انجیل گفته و قرآن گفته. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، که این امر ثانی است. این امر ثانی لیحکم بینهم
برابر با همون آیه 213 سوره مبارکه بقره است که بحث مبسوطی داشت. قول این بود که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این کتاب آمده است تا بین مردم حکم باشد و حاکم باشد در موارد اختلاف. الان هم در اینجا می فرماید به این که این کتاب اینا دعوت شدن به کتاب لیحکم بینهم، اما ثم یتولا فریق منهم، گروهی از همین ها رو برمیگردانند. تولی همون رو برگردوندن است و هم معرضون هم تأکید این فعل است. ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون، در حالی که اینها رو برگردانند اصولا. نه، همون تورات و انجیل هم کافی است. جدال احسن است دیگر، یعنی هم حق است فی نفسی هم مورد قبول اوناست. نه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم و کارگزاران نظام اسلامی اونها را دعوت میکنن که برابر کتاب و خدا با اونها رفتار بشه. نه، خدای سبحان که فرمود انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور، اما اینها یا چون محرف است نصیب من الکتاب هست، یا چون نؤمن به بعضن و نکفر به بعضن است نصیب من الکتاب است، که دو وجه بود، وگرنه کتاب تام، کتاب تام به اینها داده شو که تفسیرن لكل شيء است. خب این گروه که دعوت شدن الی کتاب الله لیحکم بینهم، در این زمینه نقل کردن که یک حادثه اخلاقی پیش آمد که حکم او بین خود بنی اسرائیل اختلاف بود، آیا حکم رجم است یا تخفیف و حکمی است آسان‌تر از رجم. اینا را فرستادن به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد گفتن که اگر رهبر اسلامی این چنین حکم کرد قبول کنید و اگر اینطور حکم نکرد قبول نکنید. آمدن در محکمه اسلامی و این قاضی اسلامی وجود مبارک حضرت بینشون حکم الله را بیان کرد که این حکم الله هم در قرآن است و هم در تورات. ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون، در این گونه از موارد است که حضرت فرمود این چیزی که من گفتم مخصوص قرآن نیست، در تورات هم هست، فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب اینها یتولا فریق منهم و هم معرضون، از اینجا معلوم می شود که این اوتو نصیب هم میدن کتاب از باب این است که نؤمنو به بعضین و نکفرو به بعضین است. حالا با صرف نظر از اون جریان تاریخی، مشابه این مسئله را قرآن درباره گروه دیگری هم دارد که عده‌ای خود را به قرآن نزدیک می کنند ولی وقتی به محکمه قرآن دعوت شدن بر می گردن. اگر حکم به سود اونها بود می پذیرن، اگر به سود اونها نبود نمی پذیرن. قرآن این رو تحلیل میکنن، اما چرا شما نمی پذیری؟ می ترسی که رسول خدا معاذ الله بر شما ستمی روا داشته باشد؟ این چنین نیست. قرآن حکم جائرانه ای کرده باشد؟ این هم که نیست. در اواخر سوره مبارکه نور هست، آیه 48 به بعد، و اذا دو الالله و رسولی لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. در نوع موارد اول سخن از خدا و پیامبر است، بعد ضمیر مفرد ذکر می شود. اذا دو الالله و رسولی لیحکم بینهم نیست، لیحکم بینهم است. نظیر یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم. گرچه استجابت خدا و پیامبر است، اما یک سخن است که از زبان پیامبر شنیده می شود. نفهمید استجیبوا لله و للرسول اذا دعواکم، فهمید اذا دعاکم. در اینجا هم فهمید اذا دو الالله و رسوله لیحکم بینهم، نه لیحکما، چون رسول از اون جهت که رسول از حکمی جز حکم خدا نداره. همون تعبیری که در ذیل آیه محل بحث دارد که یتولا فریق منهم و هم معرضون، مشابه اون تعبیر در همین آیه 48 سوره نور دارد که اذا فریق منهم معرضون.
بعد فرمود به این یکون لهم الحق یعتو الیه مزعنین، اگر در اون جریان قضا و منازعه به سود اینها باشد با اذعان و اعتراف می آین، اگر به سود اینها نباشد نمی آین. حالا تحلیل میکند، بفرمود عفی قلوبهم مرضون امیر تابو ام یخافونن یهیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. این یک منفصله به قیاس استثنایی است، بعد یه منفصله کنار هم ذکر میکنن، بعد اکثر این تالیه ها رو ابطال میکنن، یکی رو اثبات میکنن. میفرما سرش چیست؟ یا اینها قلبشون مریض است، یا در شکن، یا میترسن که محکمه اسلامی علیه حق و قسط و عدل حکم کند. اینا نیست، بل همون اولیست، بل اولئک هم الظالمون. نه محکمه اسلامی خلاف عدل و قسط حکم کند، نه اینا شک دارن، مسئله بر اینا روشن است، شکی ندارن، عالمن آمدن رو برمیگردانن، اینا این گروه هم. اما انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مؤمنین وقتی به محکمه عدل دعوت میشوند حرفشون سمعنا واطعنا است. غیر مؤمن وقتی به محکمه دعوت میشود اذا فریق منهم معرضون. منشأ این اعراض هم شک نیست، چون اینها عالمن. ترس از قسط و عدم اجرای قسط و عدل نیست، چون میدانند در محکمه اسلام جز قسط و عدل چیزی اجرا نمیشود، بل اولئک هم الظالمون است. آیه محل بحثم از همین قبیل است که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون. منتهای کم کم به امر سوم میرسیم که انگیزه اونها در این اعراض چیست. اون تحلیل را جزه که میکند که ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. الحمدلله رب العالمین.